سلام هاشم ایرانی، خسته نباشی. هاشم ایرانی، این بنده خدایی که فوش میدن، این بسیجی فیلمش هم گذاشته، این دهنشو که چاک دادن خیلی خندیدم. بعد تشکر فراوان میکنم از دوستانی که همچین اقدام بسیار بسیار کوبنده ای انجام دادن نسبت به این آدم ضعیف، آدم که به قول بعضی ها میگن لاتای مجازی، انه اینجور اشخاصن دیگه که از اینجور فیلم ها میذارن. خب ماشاءالله رحمت بر اون شیری که خورد، خدا پدر مادرش بیامرزه. هر کس همچین حرکتی زده، یعنی دستشو باید بوسید، واقعا دستشو باید بوسید، خدا شاهده. دمش گرم، خدا حافظ. درود بر شما فرمانده عزیز، دلاور، خسته نباشید. عکسی که گذاشتم خدمتون عکس پدری بود که متاسفانه از بعد روزگار برای تأمین معاش زن و بچهش به خاطر فسادی که این رژیم و این نظام برای مردم درست کرده دنبال روزی و غذا میگرده. خواستم اینو توی گروه و توی اینترنت بذارید که مردم بیشتر متوجه وضع اسفناکی بشن که برای مردم به وجود اومده. اینو از شهر مشهد براتون فرستادم. زنده باد آزادی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران، ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهند. سال نو از راه میرسد و پار چون شرابی تلخ بر جانمان تازیانه اندوه میزند. چه حسرت ها که بر دلها به جای ماند، چه اشک ها که بر گونه ها سیلاب شد، چه نفس ها که برید و چه بوسه ها که داغدار ماند. این پار بسی ناجوان مردانه بر ایرانمان تاخت و جان ها گرفت و جام ها شکست و جامه ها درید. اما این کهن بوم و بر همچنان پا بر جا و نستوه به البرز و دنا و سهند و سبلان و بینالودش میبالد و تن خشک کبیرش از دریای سخاوت مردمانش سیراب میشود. از خلیج فار تا خزر مردمانی زیست میکنند که چند هزار سال است زخم ظلم ها و بیعدالتی ها و رنج ها را نجیبانه بر تن میکشند و سرفراز ماندند. امید که دلتنگی و اندوه و ناامیدی از این پهنای پارسی رخت بربندد. امید که پار باز نگردد و این سال مبارک و متبرک گردد. وطنم، نخلهایت سرافراز، جنگلهایت سرسبز، دریاهایت خروشان، رودهایت پرآب، کوههایت استوار، دشتهایت حاصلخیز و مردمانت سربلند باد. وطنم، امسال چون دی به قیام علیه ظلم و ستم برخیزی. سال نو مبارک. درود بر شما فرمانده محترم جنبش مقدس فدایان ایران جناب سید شمیرانی بزرگوار. با تلویزیون کلمه مصاحبه داشتید، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. فارغ از هر گونه ارزم حضورتون که شیعه گری یا سنی گری یا هر مذهب و عقیده دیگه، واقعا این کارتون تحسین برانگیز بود و اینکه جمعیت زیادی از اهل سنت ایران هم با این رژیم و نظام کثیف مشکل دارن و این جماعت رو هم میتونیم به سمت و سوی خودمون فرا بخوانیم و جای تقدیر و تشکر از هوش و ذکاوت شما داره. ممنونم از لطفتون، پاینده باشید، ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهند. با درود و سلام و خسته نباشید جناب فرمانده محترم جناب آقای شمیرانی، و خسته نباشید و همچنین شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، بزرگ مرد تاریخ ایران. روی سخن من به اون دسته آقایونی هستش که
همیشه سوال میکنن که آقای شمیرانی شما نام خود را فرمانده گذاشتید. خیر، اون یک ملت است که آقای شمیرانی را فرمانده خود انتخاب کردند، بدانید. تمام. در صورتی که فرماندن ما بهش نمیگیم سردار، سرلشکر آقای شمیرانی. زمانی که حمله ای میخواد صورت بگیره همه باید گوش به فرمان یک فرمانده ای باشن، اون هم جناب آقای شمیرانی محترم و بزرگوار است که در میان مردم عین شاهزاده رضا پهلوی جایی گرفته است. درود بر جناب آقای شمیرانی و همچنین شاهزاده رضا پهلوی. با سپاس فراوان و خدا رو شکر میکنم که همون اولین صحبتهایی رو که از شما شنیدم متوجه شدم، به دلم نشست و انتخاب کردم راهمو. انتخاب کردم تو اون جنگولک بازیام نمیرم، چون میبینم شماها و شاهزاده عزیزمون اینجوری مظلوم واقع میشید بین یه عده‌ای. به یه عده نمیدونم، از یعنی فکر نمی کنم خودشونم بدونن اونا چی میخوان و چی کار دارن میکنن. گروه منی نداره، گروه مجازی. بیاید بیرون، بیاییم بیرون، بزنیم بیرون، آگاهی بدیم به مردم، بزنیم بیرون، همه رو مطلع کنیم از چه اتفاقی میخواد بیفته، چه نظامی سر کار میخواد بیاد، چه ایده برامون هستش، چجوری مشکلات مملکت رو به راحتی 40 سال خراب کردن. بهشون میگم یه خونه رو در عرض یک روز لودر میندازی خراب میکنی، ولی تا بیای اون خونه رو بسازی 2 سال زمان میبره. 40 سال خراب کردن، ولی بیایید شروع کنید. بیایید اینا 10 ساله، نهایتش 10 سال ایران میشه بهشت، بیشتر از 10 سال نمیشه. ممکنه من نباشم، من پیرم، ولی شماها میبینید دو موقع رحمت به من میفرستید. من کارم فقط آگاهی دادنه، هیچ کار دیگه ای ندارم. الان هم این چند روزه چون هی بیا و برو میان میرن دیگه، طبق آینه و سنتمون میان و میرن و اینا، انگار کن اصلا دیوونه دارم میشم. تو خونه موندم نمیتونم زیاد برم بیرون حرف بزنم با مردم. درود بر شما جناب شمیرانی. من طبق معمول همیشه تمام فرمایشاتتون کامل گوش میکنم، نه یک بار دوبار بلکه چندین بار گوش میکنم، راجبش فکر میکنم، تصمیم میگیرم، حرکت میکنم. و الان خدمت شما عرض کنم که قربون اون کلامت، قربون اون نفست، دقیقا همینه. مردم گوشت قربونی نیستن، بچه هاشون از سر راه و جواناشون از سر راه بر نداشتن بیارن تو خیابون دو دستی تقدیم این تازیان بکنن که بکشن و تیکه پارشون کنن. بله من متوجهم، همیشه بارها هم گفتم ما میریم بیرون، حقمونه میخوایم، ولی اگر به ما حمله کردن، اگر میبینید ریختن 3 نفر 4 نفر دارن جوونی رو، خانمی رو، آقایی رو، فرق نمیکنه، دختر پسری رو میگیرن، میزنن، میبرن، میکشن، زخمی میکنن، چه میدونم گلوله بارون میکنن، چیکار میکنن، صبر نکنید، وای نیستید. بیشرف گفتن و ولش کن فایده نداره. درسته مبارزات مدنی به جا، ولی اینا این حرفا سرشون نمیشه. ما کشورمونو گرفتن، اشغال کردن. بعد این بهشون بگیم چی؟ آقا قربونت برم، بفرمایید تشریف آوردید خدمتون رو چشم، حالا بفرمایید ایران هم بردارید، بهتون کادو میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، کادو بیچی میکنیم، تقدیم حضورتون میکنیم، بفرمایید تشریفتون رو ببرید، با نقل و نبات بدرقشون کنیم، با گل بارونشون کنیم. باید از خودمون دفاع کنیم، باید بریزیم سرشون. ما که سلاح نداریم که مسلحانه بخوایم برخورد مسلحانه بکنیم، ما میریم بیرون کف خیابون، ولی اگه بیان میریزیم سرشون. از خودشون سلاح میگیریم، از خودشون سلاح میگیریم. اونی که میخواد منو بکشه، خب چرا من اونو نکشم؟ اونی که میخواد فرزند منو بکشه، چرا من فرزندشو نکشم؟ باید این کارو بکنیم. این دفاع از خود، این حمله مسلحانه نیست. ما کشورمون و ایرانمون رو گرفتن، اشغال کردن، باید ازشون پس بگیریم. این تازیای به ظاهر ایرانی، بی هویت، بی وطن،
اومدن وطنمونو گرفتن. باید بگیریم، میخوان هویت ما رو از ما بگیرن، وطنمونو گرفتن و هویتمون هم میخوان بگیرن ازمون. نه خیر، یعنی ما غیرت نداریم اینقدر دخترامونو ببرن تو زندان ها، بازداشتگاه ها، این ور اونور بهشون تجاوز کنن، بزنن. دختری رو که آورد بردن، گرفته بودن بردن، اینقدر این بدبخت و عذاب داده بودن، بهش تجاوز شده بود این بچه، دختر 17 ساله، بعد مثل یه تیکه گوشت لخت، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه رو پاش وایسه، نمیتونه هیچ حرکتی، یک مثل یک گیاه شده. آوردن دم خونه به پدر مادر تحویل دادن، بیا دخترتون تحویل بگیرید. پدری میگه خب من اینو چیکارش کنم، این به چه درد من میخوره، اینو ببرید نمیخوامش. چرا ما باید صبر کنیم اینجوری به ناموسمون، به جوونامون تجاوز بشه؟ حقمونو گرفتن، مملکتمونو گرفتن، صبر کنیم؟ بازم صبر کنیم؟ چقدر صبر کنیم؟ نه خیر، ما نمیتونیم صبر کنیم. دقیقا هر چی که شما میگید شما درست میفرمایید. ما از خود دفاع میکنیم، ما دفاع خواهیم کرد و از خودشون سلاح میگیریم که از پا درشون بیاریم و این کارو خواهیم کرد، ازمون هم برمیاد. بعد اینجا یه پیام دارم برای هموطنهای عزیزم، مالباخته ها که میرن دم مؤسسات کاسپین، البرز، کوثر، این بانک هایی که پولاشون خوردن، ساقطشون کردن از هستی، همشیشون ازشون گرفتن. عزیزای من، با هم متحد بشید، یه جا جمع بشید، ما هم بهتون ملحق میشیم. بریم نماز جمعه رو نذاریم برگزار بشه، بریم به هم بزنیم نماز جمعه رو. ما اصفهانی هم ایرانی هم، ما ایرانی هستیم. چطور اونا غیرت دارن ما نداریم؟ چرا بیا قیمت غیرت؟ ای اصلا ایرانی بودنمونو، غیرت کار ندارم، ایرانی بودنمونو، شخصیتمونو نشون بدیم، نشون بدیم هویت داریم ما، ما صاحب این مملکت هستیم. شاهمون ازمون گرفتن، هویتمون ازمون گرفتن، تاریخمون ازمون گرفتن، تاریخمون عوض کردن. اینا تاریخ شاهنشاهی رو کردن تاریخ عربی. نمیدونم من جمهوری اسلامی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی، اسلام مال عرباست، باشه، اشکال نداره، هر کی هم مسلمونه ما دوستش داریم، هموطنمون، به هر عقیده هست، بر هر دینی هست، به هر آیینی معتقده، این عقیده شخصیه، این باور هر کسی قابل احترامه، ولی اینا ایرانی هن که قابل احترام هستن، هموطنامون هستن، ولی این تازی ها رو ما باید بیرون کنیم، این کشورمون رو ازشون بگیریم. بیاید متحد بشیم، مثل اهوازی ها بریم دم جاهای حساس وایسیم، بریم اونجا وایسیم، حقمون رو بگیریم ازشون، جمع بشیم یه جا، هی پراکنده نباشیم. اجتماعاتمون پراکنده است، اجتماعات اگه پراکنده نباشه پیروزی خیلی زودتر نصیبون میشه، چون پیروزی در دسترسمونه. عزیزا یه پیام دارم، من رسانه ندارم، نمیدونم، با اونایی که اس ام اس میدم، نمیدونم تو تلگرام واسه شون وایس میذارم، پست میذارم، پیام میدم، باشون در تماسم، با فامیل حرف میزنم، خیلی خوب جمع میشم، میشیم 100 نفر، میگن خب بیاین، میایم، هیچ کی نیست، نمیدونیم کجا بریم، اعلام کنید یک روزی رو ما که کجاها میرید، همه جمع بشید یه جا، ما هم همه بهتون ملحق بشیم. بعد از اون ادامه پیدا میکنه، جمعیت هامون میلیونی میشه. نترسید از این عربا، اونا از ما ترسیدن و الان ما این صفاکا شبا خواب به چشمشون نمیاد از ترس این مردم ایران و این جوانای غیور و این پدر مادرای مال باخته و گرفتار و جوان از دست داده و آخه این جوانای ما، این پدرها برادرها چه گناهی کردن که باید برن زندان؟ 8 ماه 8 ماه 5 ماه حقوقاشون عقب بیفته، حقوق ندن، مگه یک کارگر چی داره؟ چی داره؟ همه چیشون در معرض، تمام به نوامیس این طبقه مستضعف و طبقه ضعیف در معرض قرار گرفته، در خطر. تو رو خدا، تو شما رو به وجدانتون قسم میدم، بیایید همه جمع بشیم یه جا، حقمون رو پس بگیریم. قربونتون بشم، فدای دستتون رو میبوسم، فدای اون قدماتون بشم. عزیزمید، ممنون ازتون. درود بر فرمانده شمیرانی بزرگ و همه همرزمان گرامی در جنبش فدایان ایران. روی سخنم با همیهن گرامی هست که وایس 12 دقیقه گذاشتم و شکایت داشتن از اینکه چرا بچهای فدایی فرمانده هستن، چرا اصلا نام فرمانده رو گذاشتن روی فرمانده شمیرانی. نخست اینکه من خدمت شما عرض کنم،
همیهن گرامی، شما کمی نگرش منفی دارید و نیمه خالی لیوان را نگاه میکنید. نمیدونم این سخنانی که گفتین که هر کسی رو بزرگ کنی ضربه میخوری، حالا شما از چه کسانی ضربه خوردین، چقدر ضربه خوردین که این به این حد نگرشتون منفی شده و نیمه خالی لیوان رو میبینید. اما آنچه در راه سیاست و مبارزه باید مردم تشخیص بدن، تشخیص دادن، این تشخیص مردم تشخیص بسیار درستی بوده، به دلیل اینکه شما رو نمیدونم، ما فرمانده شمیرانی رو از همون زمانی که در تلویزیون بودن میشناختیم، سخنانشون رو گوش میدادیم، دنبال میکردیم برنامه ها و راهشون رو، و تا به امروز این جنبش که پایگذاری شد توسط فرمانده شمیرانی، به این دلیل ما به ایشون میگیم فرمانده، چون ایشون به راستی دارن فرماندهی میکنه. و شما گفتین فقط حرف میزن، نه ایشون اصلا فقط حرف نمیزنن، ایشون سخنانشون رو به اجرا در میارن. رستاخیزهایی که اعلام کردن این کار اجرایی بود، کار عملیاتی بود، ثانیه به ثانیه با بچه های فداییشون دارن نفس میکشن، زندگیشون رو گذاشتن، برنامه ریزی میکنن، حرفای همه رو گوش میکنن و به اجرا در میارن. و در رستاخیزهایی که ایشون اعلام کردن یا فراخوانهایی که شما دیدین که این رژیم به چه وحشتی افتاده بود، پس شما اگر نام اینها رو نام عملیاتی و عمل نمیگذارید، پس چی میذارید؟ بچه های فدایی هم در داخل ایران همه دارن فعالیت میکنن و عملا دارن کار میکنن. حالا اینکه خیلی ها عکس و فیلم نمیگیرن به دلایل مختلف که نمیخوام اینجا بگم، خود من هم چنین هستم و لزومی هم نداره که حتما هر مرحله از کار عملی به قول معروف در روی کانال قرار بگیره. بعد اینکه شما فرمودین که چرا ایشون گفتن برای هیچ، این که اصلا فرمانده شمیرانی تا به حال همچه موضوعی رو نگفتن، هرگز فرمانده شمیرانی نگفتن من برای هیچ این کار رو میکنم، فرمانده شمیرانی گفتن من، و سوگند هم خوردن که نخست برای آزادی ایران، برای آزادی ایران، و دوم در فردای آزادی رفراندوم، و پس از رفراندوم در داخل ایران همه بیان حرفاشون رو بزنن، میکروفون ها بازه، تریبون ها آزاده، همه بیان هر حرفی دارن بزنن، هر برنامه ای دارن بگن، و مردم انتخاب میکنن و تشخیص میدن که چه کسی برای ساختن ایران فردا، برای نسل های آینده میتونه مفید باشه و میتونه کار انجام بده. حقیقتش اینه هستش که اگر امروز بچه های فدایی به راستی فدایی فرمانده شمیرانی هستن، به دلیل اینکه این مردم تشخیص دادن. پس از 40 سال چه کسی اومده، چه آگاهی هایی پس از 40 سال هم نمیگم، از اگر شما فیلم های فرمانده شمیرانی، سخنان ایشون و ویس هایشون گوش بدین، میدونین که ایشون فعالیت هاشون بیش از 2 دهه هست و عملا کار انجام دادن، فقط حرف نبوده. و امروز اگر فدایی دارن، به دلیل اینکه ایشون هوش این کار، دانش این کار، اصلا دانش سیاسی که ایشون دارن و کاری که ایشون دارن انجام میدن، آگاهی های پشت پرده و تاریخی که دارن به مردم میدن در سطح جهانی، که جان خودشون رو کف دست گرفتن این کار رو دارن انجام میدن. من نمیدونم شما به دنبال چه کسی هستید یا این چنین با نگرش منفی و بی تفاوت صحبت کردین در مورد فرمانده شمیرانی و این جنبش، که خب اینم به قول معروفی یه جوری صحبت کردین که یعنی خب اینم شما هم مثل بقیه. نه گرامی، اصلا اینجوری نیست. این مردم باید بدونن و دونستن و تشخیص دادن که ایشون در حال حاضر میتونن نجات دهنده باشن، به دلیل اینکه دارن آگاهی های درست و لازم رو به مردم میدن برای یک خیزش خیابانی. من از شما خواهش میکنم که همیهن عزیز کمی نیمه پر لیوان رو نگاه کنید و زحماتی که فرمانده دارن میکشن و بچه های فدایی در داخل ایران میکشن، و
امیدوارم به نتیجه درستی که ما بچه های فدایی رسیدیم شما هم برسید. سپاسگزارم. کسی رو که به عنوان رهبر خطابش کردند یک گفتگو انجام بیشتر نمیده. اون یک گفتگو هم من تعجب آوره که سوالاتی که از این شخص پرسیده میشه چگونه پاسخ میده و بعد با بی‌اعتنایی و حتی توهین به اون خانمی هم که اونجا بوده در داستان رو میبندن و میگن الان صحبتش نیست، الان موقعش نیست، میریم ایران توضیح میدیم. خب این چیزی به غیر از عوام فریبی نبود. یعنی حتی کسانی که در طول تمام این سالها به مردم گفتن خمینی از میانه راه دزدید، نه دقیقا خودشون هم شریک دزد بودن. به دلیل اینکه شما نمیتونید 50 سال بگید من فعالیت سیاسی میکردم، با اولیه ترین سوالات و پرسش ها برخورد بکنید و اونها رو نادیده بگیرید و دستور داده شده آقا اصلا توضیحاتی ندید. یعنی تمام فعالیت هایی که این احزاب انجام داده بودن برای رسیدن فقط به قدرت به نتیجه نشست.